درود بر دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز 7 اکتبر سال 2021 با همدیگه کوتاه اخبار کشور آلمان رو امروز استثنان فقط به زبان فارسی ولی با نوشته آلمانی فارسی میشنویم، چرا که من الان بار سوم فکر کنم دارم این ویدیو رو درست میکنم. سعی کردم آلمانی فارسیش کنم ولی انقدر مطلب زیاده و توضیح نیاز داره که خیلی ویدیو طولانی شد. پس دوستان عزیز، امشب فقط فارسی خدمتتون عرض میکنم. خب همونجوری که خیلی ها پرسیده بودن از دوستان و نظر بنده رو خواسته بودن، حالا منم خبر رو میخونم، نظر رو من بهتون میگم. موضوع اینه که خب با رفتن خانم مرکل، حالا کسانی که جایگزینشون میشن چه پیامدهایی رو برای ما خارجی ها، مهاجرها، پناهنده ها، دانشجوهای خارجی، حالا بگیم یک کلام خارجی ها، به بار میاره. که حالا ما به این خبر میپردازیم، شاید یکی دو بار دیگه هم این مسئله رو تکرار کنیم، چرا که خب این خبرها مدام آپدیت میشن. مسئله اینه که دوستان عزیز، آقای شولتز واقع رئیس حزب اسپیده برنده انتخاباتی شد. بعد از اینکه انتخابات رو برنده شد، قبلا هم در موردش اصلا صحبت نکرده بود، ولی گفت که من میخوام با دو تا حزب دیگه که سبزها و FDP باشن بیام یک دولت ائتلافی تشکیل بدیم، یعنی همه با هم دست به دست هم بدیم و مثلا کشور رو اداره کنیم. توضیح بدم بهتون که حزب سبزها، این چیزی که سمت چپ هست و این خانم رئیسش هست یه جورایی، گفتن که اینها حسابی رأیشون بالا رفت، رأی زیادی آوردن نسبت به دوره انتخابات قبل، یعنی محبوب تر شدن. FDP که الان توضیح میدیم حالا چرا اینجوری حرف میزنم، رأیشون حسابی زمین خورد، یعنی فکر کنم گفتن اصلا به این سابقه زمین خوردن رأی ما نداشتیم، حسابی سقوط کرد رأیشون. حالا این مسئله که اینها ستایی حزبا با هم دیگه کار کنن هنوز 100% نیست. پیشنهاد برنده انتخابات هست ولی هنوز 100% نیست. مسلما این دو تا حزب دوست دارن این مسئله رو، ولی حالا با ببینیم چی میشه. نظر شخصی من، امیدوارم این اتفاق نیفته. حالا ولی خب بر اساس چیزی که تا حالا فهمیدیم، شاید بعدا آدم بگه نه خوب که شد یا بهتر که نشد. چرا میگم اینو؟ حالا با هم میخونیم. اول که گفتن واقعا دی امپل شایتان کنتو. چرا میگن امپل؟ حالا اگر شنیدید ببینید، چون اینا قرمزن، اینا سبزن، اینا هم زردن، مثل چراغ راهنمایی شده دیگه، به خاطر همین گذاشتن اسمشونو حزب چراغ راهنمایی. و گفته که سر چی ممکنه شیطان، شیطان هم یعنی شکست خوردن. خب پس گفتیم چون فارسی، ما بریم سر موضوع اصلی. گفته که توی یه سری مسائل اینا خب مسلما هم نظر نیستن. سر چی مثلا؟ سر مسائل اقتصادی دولت، سر مسئله حفاظت از محیط زیست. خب سبزام یعنی هرچی پول داریم رو بریم برای حفاظت از محیط زیست. FDP میگه هرچی پول داریم رو بریم برای تجارت. SPD میگه که خب یه چیزایی هم هرچی پول داریم بریم برای مسائل داخلی آلمان. این چیزی که از احزاب من میفهمم، این سه تا نظرشون این شکلیه. مسئله خیلی مهمی که به ما خارجی ها برمیگرده، زوتسیال پولیتیکشون هست، بحث سیاست اجتماعیشون چیه. میخوان با ما خارجی ها و کسایی که پول کم میاریم و در میاریم و در واقع از اداره سوسیال پول میگیریم یا از کارگرای کم درآمد هستیم و اینجور چیزا، میخوان ببینیم با ما میخوان چه کار کنن. حالا یه مسئله رو بگم، این چیزی که الان من خدمتتون میخونم 100% نیست. یک، اول که اینا خیلی حرفایی که زدن وعده انتخاباتی بوده که رأی بیارن، ببینن مثلا طرفدارهاشون هرچی دوست دارن در مورد همون حرف زدن. و دو، به همین راحتی هم نیست، خب باید تو مجلس هم یه سری تصمیمات گرفته بشه، هزار تا ارگان دیگه هم کنارشون هست که باید یه سری تصمیمات رو بگیره، مثل تو کشور خودمون که رئیس جمهور تقریبا نقش پشمک رو بازی میکنه، اینجا هم خیلی نقش آنچنانی ندارن. حالا به هر حال زیاد دارن، حالا مثل ایران نیست کاملا، ولی به هر حال تصمیم گیرنده اصلی نیستن. حالا بریم سراغ خبر. گفتن که اسپیده و سبزا همون اول کار در مورد نظر آقای شولتز که گفته بود حداقل حقوق باید ببریم بالاتر بکنیمش 12 یورو، گفتن ما هم هستیم، توافق کردن، گفتن نظر خوبیه، در صورتی که قبلا نظرشون این نبود. حالا FDP که میگم خیلی اهل تجارت و اینجور چیزا هستون، که هرچی پوله واسه خودمون باشه، با این قضیه خیلی موافق نیست. اونا گفتن که ما با این تا نظر
موافق نیستیم، به خاطر اینکه ما یه چیزی داریم به نام فستگشریبن رگلمسیگ انپاسونگ، یعنی اینکه با توجه به تورم ما حقوق خورده خورده میبریم بالا و یوهوی ما اجازه نداریم یوهوی 1% حقوق رو ببریم بالا یا 10%، و بر اساس قانون این کار شدنی نیست. این نظر FDP هست. توی این نظر من از نظر اقتصادی خیلی نظر ندارم، ولی کوچولو چیزی که میدونم، ما حالا تجربه کردیم، اینه که وقتی که حقوق رو بالا میبرن، خود به خود متاسفانه تورم بیش از اون افزایش حقوق بالا میره، چون عرضه زیاد میشه، تقاضا هم زیاده. به خاطر همین یه سری جاها مثلا تولید کننده ها مثل چین و فلان و اینا میبینن مردم پول دستشون، شروع کنه صادرات و واردات و اینجور چیزا، حسابی بازار رو تحت شعاع قرار میدن و معمولا برای ما آدم های معمولی هم منفی تموم میشه. مسئله بعدی، با این حال گفتن که اسپیدو و سبزا و FDP ممکنه در مورد این مسئله خیلی مهمیه، در مورد بسته اصلاحاتی برای دریافت کنندگان یک دستمزدهای کم، یعنی کسایی که مثلا اوسبیلدونگ انجام میدن و کنارش باید یه کمک های دولتی داشته باشن که بتونن زندگیشون رو بگیم آبرومند و خوب انجام بدن، دو مینی جاب ها، کسانی که حالا مثل خود من که یه کار دارم یه مینی جاب هم کنارش دارم و یه سری هم هستن که کلن مینی جاب هستن حالا به هر دلیلی، و حالا مثلا اونایی که جاب سنتر پول میگیرن و مینی جاب هم دارن، و کلن کسانی که از جاب سنتر پول میگیرن، هارتفیا انفنگا. در واقع حرف دقیقا توش گفته این نشده، ولی مضمون حرف اینه که حقوق اینا رو باید کم کنیم، مزایایی که اینا میگیرن رو کم کنیم، و گفته که چرا که اینها همه در مورد رفرم بداف، یعنی نیاز به تغییرات هم نظر هستن، احتمالا این قضیه عملی خواهد شد، که اینا یک کمکی قضیه رو منفی برای ماها احتمالا تغییر بدن. ولی میگم دوستان، اینا فقط در حد حرف و چیزایی که ما میخونیم و میفهمیم، لطفا نگران نشین، دوست ندارم هیچ کس رو من ناراحت کنم. اوکی، یه مسئله خیلی مهم، این FDP که گفتم دقیقا گفته که برای مثال رئیس FDP حالا کریستیان لیندنا هستش اسمش، توی مبارزه انتخاباتیش دقیقا این رو نشون داد که درآمد اضافی که برای دریافت کنندگان هارتفیا هستش باید کمتر بشه، یعنی پولی که اینا میگیرن کمترش باید بکنیم، چه خبره بهشون میرسین، که اینم به نظر من خوب نیست و خب به هر حال تأثیرات منفی خودش هم زیاد به بار میاره. حالا نظرات مختلفه، با احترام لطفاً کامنت های خوبم بنویسید ببینیم نظر شما چیه. یکی دو نفر رو متاسفانه مجبور شدیم کامنتشون هفته دیگه پاک کنیم، خاطر اینکه خب نظر خوبه ولی با احترام. اسپیده و سبزا هم میخوان تا حد زیادی، این مسئله خیلی مهمم هست که باید حتما بهتون بگم. ببینین اسپیده و سبزا برنامهشون این بود، جز وعده‌های انتخاباتیشون این بود که ما سیستم درمانی و سیستم بیمه درمانیمون خوب نیست، باید اونو لغو کنیم و یه چیزی مثل بیمه شهروندی ما ایجاد کنیم، یعنی میخوان یک تغییرات اساسی توی بسته های بیمه بدن. تغییرات معمولا یعنی میخوایم بیشتر از مردم پول بکنیم، معمولا اینه، خیلی خوب نیست. و از اونجایی که من خودم شخصا از بیمه درمانی کشور آلمان بی نهایت راضی هستم، حالا هم خودم هم همکارام هم دوستام همه راضی هستیم، و تازه ناراضی اونایی هستن که بیمه های خصوصی دارن، همکارای من که بیمه های خصوصی دارن همه وحشتناک ناراضی هن به خاطر دلایل مختلف. و تو پرانتز بگم اتفاقا خیلی ها الان دارن سعی میکنن ایرانی ها رو افغانستانی ها رو مجاب کنن که بیمه های خودشون رو ترک کنن بیان تو بیمه های خصوصی، خیلی هم جدول و نمودار رو اینجور چیزا نشون میدن که به نفعتونه، دوستان به ضررتونه، به هیچ عنوان بیمتون رو به بیمه خصوصی تبدیل نکنید، لطفاً توی بیمه های آوکا یا تکا بمونید. و حالا یه موقع در موردش صحبت میکنم که چرا این حرف رو میزنم، ولی مطمئن بهتون میگم هیچ وقت این کار رو نکنید. خب مسئله اینه که گفتن که بعیده که FDP با این مسئله همراه بشه، اونها نظرشون مخالفه سر این قضیه، نگفتن ما این کار نمی کنیم.
اوکی، و گفتن که تا حالا اونها این بیمه شهروندی رو رد کردن، گفتن خوب نیست. حالا من چون خیلی هم نمیدونم این بیمه شهروند دقیقا موضوعش چیه، خیلی در موردش صحبت نمی کنم، ولی مسئله بیمه آوکا یا تکا اگر هستید بمونید و مطمئن بهتون میگم این کار رو کنید. اگر خوب باشه مطمئن باشه من میام بهتون میگم، شک نکنید. من هر چی برای خودم میپسندم برای شما هم میپسندم، هر چی هم برای خودم نمیپسندم برای شما نمیپسندم. و خلاصه ما سعی میکنیم بهترین ها رو برای بهترین ها که فارسی زبان های عزیز باشن فراهم کنیم. دوستان خوبم، آمار رو هم میخونیم و از خدمتتون مرخص میشیم. در کشور انگلستان با 40,701 نفر ابتلا و 122 تا فوتی نسبت به روزهای گذشته عددمون دوباره هم بالاتر رفته. در کشور سوئیس خدا رو شکر به این شکل نیست، با 1,126 تا ابتلا و 5 تا فوتی نسبت به دیروز یک کوچولو بالاتر رفته. در تعداد ابتلاها تعداد فوتی ها هم خدا رو شکر خیلی پایین هست توی کشور سوئیس. در کشور اتریش با 1,965 تا ابتلا، 11 تا فوتی و 1,569 تا درمان شده نسبت به دیروز 700 تا کمتر شده. و در کل توی کشور اتریش ما مدت طولانی هست که نزدیک 2,000-1,500 تا ابتلا داشتیم، تعداد فوتی ها خیلی پایین هست، نزدیک به 10. در کشور آلمان با 11,644 تا ابتلا و 68 تا فوتی نسبت به روزهای گذشته در تعداد ابتلاها و فوتی ها تغییر چندانی رو نمیبینیم خدا رو شکر. شرایط همچنین بگینگی اوکی هست تو کشور آلمان هم. اعداد زیپن تاگ اینسیدنس رو توی ایالات مختلف میخونید، فقط برمن هست که الان بالای 100 هست، باقی ایالت ها نزدیک به 50 و یا زیر 50 هستن اکثرا. به طور میانگین هم عدد 62 و 6 دهم داریم که نسبت به دیروز کمتر هست. دوستان عزیز الان ویدیوهایی که براتون ظاهر شده مخصوصا در مورد خرید ملک حتما بهتون پیشنهاد میکنم ببینید، در هر شرایطی که هستید پولتون جمع کنید، به موقعش برای خودتون صاحب خونه میشید و نه مستأجر بمونید. خیلی مخلصیم، بدرود.